درود بر شما. 28 مرداد ماه 1401 خورشیدی و 19 اوت 2022 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به ترور سلمان رشدی در هفته گذشته و اصولا فتواها و ترورها در تاریخ اسلام. نام کامل او احمد سلمان رشدی است. متولد 1326 خورشیدی در بمبئی هند، در خانواده مسلمان اما نه متدین و متعصب. پدر انیس احمد رشدی، وکیل و فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج انگلیس. به گفته سلمان رشدی، پدر نام رشدی را از نام ابن رشد گرفته. ابن رشد از فیلسوفان مسلمان در قرن ششم هجری بود، 12 میلادی، میشه 1800 سال پیش، که به فرمان خلیفه مسلمین کتابهاشو سوزوندن و خودشو تبعید کردن، چون خلیفه مسلمین از عقاید ابن رشد خوشش نمی اومد. و پدر سلمان رشدی اسم رشدی رو از همین ابن رشد به اصطلاح تکفیر شده به وسیله خلیفه مسلمین گرفته. سلمان رشدی در 40 سالگی رمان آیه های شیطانی رو منتشر میکنه. الان 75 سالشه. قبل از آیه های شیطانی دو تا از رمانهاش، شرم و بچه های نیمه شب، با ترجمه مهدی صحابی در ایران منتشر شد. شرم سال 1366 خورشیدی برنده جایزه بهترین رمان خارجی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. آیه های شیطانی به ترجمه روشنک ایرانی منتشر شده و در اینترنت قابل دسترسی است. رمان های رشدی خلاصه عرض کنم همه تلفیقی است از افسانه، واقعیت و تاریخ، با خلاقیت شگفت انگیز و نثر و طنزی که خاص رشدی است. همه آثار مهمی در ادبیات معاصر جهان معرفی شدند. ترجمه هاشون هم به فارسی که امیدوارم خونده باشین، ترجمه های درخشان است، هم از محمود صحابی و هم از روشنک ایرانی. در 29 تیر ماه 1367 خمینی که سودای جنگ تا رفع فتنه از عالم رو میداد، در بیانیه اعلام کرد برخلاف میلش قطعنامه آتش‌بس ایران و عراق رو پذیرفته. نوشت: بدا به حال من که هنوز زنده ماندم و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدم. تلاش برای کشورگشایی به سودای رسیدن به حکومت بر جهان با تموم شدن جنگ ایران و عراق دفترش بسته شد. حالا بیش از 1 میلیون کشته بود، بعد ویرانی ها، همه اینا یه جای خود. 7 ماه بعد از اون ماجرای آتش بس و ماجرای جام زهر، در 25 بهمن 67 خمینی از موضع دفاع از دین مسلمانان سراسر جهان فتوای قتل سلمان رشدی و مترجمان و ناشرای کتاب آیات شیطانی رو صادر کرد. رابین رایت، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی، در مجله نیویورکر نوشت اوایل دهه 90 میلادی، یعنی حدوداً بهمن 1369 که در تهران بودم، احمد پسر آیت الله روح الله خمینی به من گفت که پدرش هرگز کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی را نخواند. بدیهی هم بود، ربطی نداشت اصلا. البته غیر از خمینی من نمیدونم واقعا کسی هست در کل حکومت جمهوری اسلامی و پیرامونش که این رمان رشدی یا آثار درخشان دیگه او رو خونده باشه. بحث اصلا بر سر خلاقیت ادبی و هنری یا بر سر آگاهی از این که در فلان متن، حالا کتاب یا مقاله یا هر چیز دیگه، علیه کی چی نوشته شده نیست. یعنی حتی کسی رو حذف کرد و اصلا دنبال این نمیرن که خود متن رو بهش مراجعه کنن، چون اصلا کسی نمیره دنبال این واقعیات و عینیات. بحث فقط بر سر پذیرش کورکورانه یک فتواست، فتوای فقیه، که اونم نتیجه محاسبه های سیاسی است. 6 ماه بعد از صدور فتوای خمینی در مرداد
68 اولین اقدام به ترور سلمان رشدی انجام شد. یه جوون 20 ساله مرتبط با حزب الله لبنان به اسم مصطفی مازه میره لندن، در هتل محل اقامت سلمان رشدی اتاق میگیره و قبل از اینکه او رو ترور کنه مواد انفجاری که همراهشه تو اتاق خودش منفجر میشه و کشته میشه. میره بهشت با کلیدش. پدر و مادر این آقای مصطفی مازه تروریست از لبنان میان ایران، جمهوری اسلامی داریم میبینین حلقه گل میندازه گردنشون و از اینجور تبلیغات. بعد تو همین دهه 90 خورشیدی، کمتر از 5 سال پیش، در 25 بهمن 96 رسانه‌های جمهوری اسلامی در گرامی داشته این تروریست نوشتند نام مصطفی محمود مازه مرادف غیرت، حمیت و دین باوری است. او اگرچه به ظاهر ایرانی نبود، اما فرزندی از فرزندان خمینی و خامنه‌ای بود که جان خود را در راه مکتب اسلامی ایثار کرد. بخشی از گزارش ایران وایر رو ببینیم که منتشر کرده این سایت پروپیمان. آیت الله خمینی در فتوای خود ناشرین کتاب را هم به اعدام محکوم کرد. در 21 تیر 1370 هیتوشی ایگاراشی، مترجم کتاب آیات شیطانی به ژاپنی، در دانشگاهی که تدریس می‌کرد به دست اسلامگرایان در ژاپن ترور و کشته شد. اتوره کاپریولو، مترجم ایتالیایی این کتاب نیز در تیر 1370 در شهر میلان ایتالیا مورد ضرب و شتم و ضربات چاقو قرار گرفت، اما از این سوء قصد جان سالم به در برد. چند ماه بعد در 19 مهر 1372 ویلیام نیگارد، ناشر ترجمه نروژی کتاب آیات شیطانی، در مقابل خانه‌اش با شلیک 3 گلوله مورد سوء قصد قرار گرفت، اما جان سالم به در برد. پلیس نروژ پس از سالها در آبان سال 1400 یک دیپلمات ارشد سابق جمهوری اسلامی در اسلو را به مشارکت در سوء قصد به ویلیام نیگارد متهم کرد. در 11 تیر 1372 مراسم سخنرانی عزیز نسین، مترجم ترکی کتاب و طنز پرداز شناخته شده در سیواس ترکیه، به آتش کشیده شد. به گفته عطاالله مهاجرانی در این حادثه 40 نفر کشته و 145 نفر زخمی شدند. اما آقای مهاجرانی کشته شدن 40 انسان در اعتراض به یک کتاب را با افتخار بخشی از نهضت عظیم بیداری اسلامی می داند و می گوید که کتاب آیات شیطانی و فتوای خمینی همانند واکسن از حمله های بعدی به پیامبر اسلام جلوگیری کردند. این حمایت اصلاح طلبای جمهوری اسلامی از تروریسم و از خشنترین راه های تسلط ولایت فقیه بر ایران و منطقه هرچه میگذره واضح تر میشه. همینطور که همیشه گفتم قطبندی ها در ایران، در سیاست ایران، در پایین و بالا واضح تر میشه. همین چند روز پیش دیدم آقای سعید لیلاز، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار اصلاح طلب، فرمودند بمب اتمی برای دفاع استراتژیک ما ضروری است. سعید لیلاز در گفتگو با اعتماد آنلاین میگوید آرامش از لوله توپ در می آید نه از توافق. دانش ساخت بمب اتمی سپر ژئوپلیتیک ایران است. امیدوارم برجام را امضا نکنند. اینا کسایی هستند که اگه فرصت طلبی ها اقتضا کنه از حق مردم، انسانیت، تعامل با همه کشورها برای صلح و دوستی و سعادت مردم همه جهان صحبت میکنند. خب چه فرقی میکنه موضع اینا با موضع مثلا کریمی قدوسی و اصولگرای عضو با نفوذ مجلس شورای اسلامیشون درباره برنامه‌ریزی ترور تو کشورهای دیگه؟ جواد کریمی قدوسی در عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید جمهوری اسلامی نیازی به اعزام یک پاسدار به قلب دشمن ندارد، چون در همان کشور افراد با غیرتی پیدا میشوند که از مواضع ما مطلع هستند و آتش به اختیارند. اگر از این افراد هم بگذریم و به فرض اینکه ایران بخواهد انتقام بگیرد، همیشه میخواد انتقام بگیرد، به همان افراد میداندار کوچه محلات منهتن نیویورک هم از راه دور یک سفارشی کند و یک پولی به آنها بدهد، آنها می توانند آن کار را انجام دهند، تا اینکه یک پاسدار را از ایران به نیویورک بفرستد که احتمال خطرش خیلی زیاد است. باری
نزدیک 34 سال بعد از صدور فتوای خمینی علیه کتاب آیه های شیطانی حدود ساعت 11 صبح 21 مرداد 1401 در نیوجرسی آمریکا، در حالی که سلمان رشدی میخواست سخنرانیشو درباره آزادی هنر برای هزار شروع بکنه، مرد 24 ساله لبنانی اصل به نام هادی مطر با چندین ضربه چاقو به سختی زخمیش کرد. سلمان رشدی جان به در برد، اما خب معلوم نیست تا چه مدت باید دوره نقاهت رو طی بکنه. هادی مطر با گواهینامه تقلبی بازداشت شد. اسمش رو گذاشته حسن مغنیه، اسم کوچک حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان و اسم فامیل عماد مغنیه تروریست لبنانی که از طرف جمهوری اسلامی مجری چندین عملیات از جمله انفجار مرکز یهودیان در بونس آیرس در آرژانتین در سال 73 بود. 1373 هنوزم اون پرونده بازه. این اسم ساختن از رهبر حزب الله لبنان دست ساخت جمهوری اسلامی ایران و عماد مغنیه مأمور تروریست جمهوری اسلامی اگر با برنامه ریزی و نقشه حکومت ایران هم نبوده باشد، یه نکته رو نشون میده، اینکه ترور رشدی با شعار نابودی اسرائیل پیوند مستقیم داره، شعاری که همچنان جمهوری اسلامی به صراحت تکرارش میکنه و حزب الله لبنان و گروه های جهادی منطقه رو برای رسیدن به همین هدف تشکیل میده و حمایت میکنه. یعنی از هر سمتی که نگاه میکنی مسئول ترور رشدی حکومت جمهوری اسلامی ایران. حالا ای بگه ما نبودیم، هیچ کم نمیفهمی که اینا بودن. برای جمهوری اسلامی خیلی راحته که بگه کار ما نبود، تمام ترورایی که کرده و حتی در دادگاه های کشورهای مختلف محکوم شده میگه کار ما نبوده، اینم روش. اما در این حال همزمان نمیتواند از فتوای امامشون دفاع نکند. 3 روز طول کشید بعد از این حمله اخیر به رشدی، 3 روز طول کشید تا متنی رو جمهوری اسلامی تهیه کنه، متن بده به سخنگوی وزارت خارجه، نه اینکه بذاره سخنگوی وزارت خارجه بره توضیح بده، متن رو میده دست سخنگوی وزارت خارجه بره بخونه. سلمان رشدی با اهانت به مقدسات اسلامی و با عبور از خطوط قرمز بیش از 1.5 میلیارد مسلمان و همچنین خطوط قرمز همه پیروان ادیان الهی، خودش رو در معرض خشم و غضب مردمی قرار داد. نه تنها مسلمانان بلکه همه پیروان ادیان و شرایع الهی از اینکه به مقدسات یک دین الهی و آسمانی و به یک رسول الهی و آسمانی اهانت بشه رنجور شدند و رنجور هستند. همه پیروان ادیان و شرایع الهی به فرمایش ایشون از توهین سلمان رشدی به رسول گرامی اسلام رنجور شدند و رنجور هستند، چون رشدی از خطوط قرمز همه ادیان الهی عبور کرده. هنداق که نیست، دروغ. حالا توضیح میدم، بقیهشو گوش بدین. کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی: ما معتقدیم نفرت پراکنی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی که نمونه در واقع بارزش همین اقدام سلمان رشدی است، اینها هم از نظر دینی محکومه، هم از نظر اخلاقی و انسانی محکومه و هم از نظر حقوقی و حقوق بین الملل به هیچ وجه قابل دفاع نیست. آقا نپیچونیم خانم، ببخشید نپیچونیم بحث. کی گفته توهین به مقدسات اسلامی قابل دفاع نیست؟ که البته هر چند و چون پرسشی در دین توهین تلقی میشه، چون کتاب مقدس، آدم مقدس، موضوع ایمانی است و تعصبی نه عقلی. چند و چون پرسش یعنی لغزیدن به کفر. حالا کی گفته در حقوق بین الملل پرسش از دین و دینداران به جد و به طنز قابل دفاع نیست؟ توهین به مقدسات بقیه دینها قابل دفاعه، ولی توهین به مقدسات مسلمان قابل دفاع نیست. غیر از شبکه‌های تلویزیونی شما که بیش از 100 شبکه تلویزیونی 24 ساعت دارین فوش میدین به بقیه ادیان و مذاهب و فرقه های دینی، وقتی 14 سال پیش، من در دنیای مسیحیت میخوام بگم، وقتی 14 سال پیش فیلم سینمایی آخرین وسوسه مسیح رو مارتین اسکورسزی ساخت، شما سکوت کردین،
نگفتیم به مسیح توهین شده. اما یه عده از ارباب کلیسا رفتن شکایت کردن از سازنده فیلم. حقوق بین الملل شکایت اونا رو رد کرد، همینی که شما بهش استناد میکنیم، و به نام آزادی بیان فیلم آخرین وسوسه مسیح به جز پنج کشور جالبه که در دنیای مسیحیت در واقع جان اینا نیستن، ترکیه، شیلی، مکزیک، فیلیپین و سنگاپور، به جز این پنج کشور در سراسر جهان مسیحی این فیلم به نمایش در اومد. کدوم حقوق بین الملل و اصولا کدوم حق برسمیت شناخته شده بشر نقد و قصه پردازی از تاریخ و ادیان را محکوم کرده؟ در همه میثاق‌های بین المللی، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، تأکید شده که هر کس در بیان عقیده، در بیان شفاهی و کتبی و هنری بدون حد و مرز آزاد است. تو همین ماده 19 میثاق بین المللی و حقوق مدنی و سیاسی که خیلی مورد استناد ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مجامع بین المللی است، ماده 19 1 هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و ممانعت دیگران بیان کند. 2 هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، تبادل اطلاعات و هر نوع عقیده‌ای بدون توجه به چگونگی ارائه آن، به طور زبانی، نوشتاری، چاپی، در فرم هنری یا به هر وسیله دیگری است که خود بیان کننده یا ارائه دهنده انتخاب می‌کند. اسم نقد و قصه پردازی رو می‌ذارین توهین به مقدسات، جلوی آثار درخشان ادبی، روشنفکری و هنری رو میگیرین، بعدم میگین ما مظلوم واقع شدیم، انتقام این مظلومیت رو از ظالم میگیریم، اماممون هم فتوا داده دیگه، تموم. بعد وقتی ترور انجام میشه میگین ما خبر نداشتیم، ما نبودیم. محکوم کردن اقدام ضارب و حمله کننده و در مقابل تطهیر اقدام اهانت کننده به مقدسات دینی و اسلامی، اینها یک اقدام و یک رفتار کاملا متناقض هست. ما در ارتباط با فردی که این اقدام را انجام داده، غیر از اون چیزی که از رسانه‌های آمریکا شنیدیم، اطلاع دیگری در این ارتباط نداریم و ما همین موضوع رو در حال پیگیری و دنبال کردن هستیم. پس تقصیر کیه؟ ترور کار کی بوده؟ اجرای فرمان و فتوای خمینی که خامنه ای هم بارها تاییدش کرده کار کی بوده؟ ما در ماجرایی که در حمله به سلمان رشدی اتفاق افتاد در امریکا، هیچ کس رو غیر از او و غیر از حامیان او شایسته سرزنش و ملامت و حتی محکومیت نمیدونیم. کسی در این ارتباط حق نداره جمهوری اسلامی ایران رو متهم بکنه. تروریستا دیدین چی شد؟ تروریستا عبارتند از خود سلمان رشدی، خود او و حامیانش، همه مدافعان آزادی بیان، نه جمهوری اسلامی و حامیانش. موضع دولت جمهوری اسلامی البته در ارگان دولت یعنی روزنامه ایران به صراحت آمد. روزنامه ایران نوشت: سرنوشت قطعی اهانت به مقدسات. پس از گذشت 33 سال از صدور فرمان حضرت امام خمینی مبنی بر ارتداد سلمان رشدی، یک غیر ایرانی در قلب آمریکا حکم دفاع از مقدسات اسلامی و بزرگترین امر مقدسان یعنی حدود خدا را اجرا می کند. این اتفاق باز هم نشان داد که هنوز هم حمیت و غیرت و تعصب اسلامی به باورها و احکام دینی وجود دارد و تبعات مثبتی هم در پی خواهد داشت. چه تبعات مثبتی؟ ببینین این آقای ابراهیم رئیسی که رئیس این دولتی است که این ارگان دولتش که الان خدمتتون خوندم که مستقیم از ترور اخیر سلمان رشدی و از تروریسم دفاع میکنه به عنوان حدود خدا، اینا حالا میخوان بهش ویزا بدن بیاد تو مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کنه. در خدمت آقای بهرام مشیری هستیم، نویسنده آشنای اهل فکر و پژوهش تاریخ، که همیشه از بیانات ایشون، از فکر ایشون و از پژوهش های ایشون استفاده کردیم. آقای مشیری خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من نخستین درود بر شما. من نخستین پرسش رو میخوام بدون فوت وقت خدمتتون عرض بکنم. بعد از حمله اخیر به سلمان رشدی در نیوجرسی آمریکا، ارگان مطبوعاتی دولت همینطور که عرض کردم نوشت این اقدام تبعات مثبتی خواهد داشت.
من نمیدونم حالا چه تبعات مثبتی شما خواهید فرمود، تاریخ حکومت‌های اسلامی از آغاز پر است از فتواهای قتل روشنفکران و سازندگان فکر و فرهنگ، که میگم من دنبال تبعات مثبتم به این دلیل عرض می‌کنم. اگر برگردیم به ریشه آقای مشیری، به سطر اسلام، این فتواها و کشتنها آیا از اون موقع به عنوان امر مقدس وجود داشته یا بعدن اومدن خلفا یا فقها بهش لباس مقدس پوشوندن برای از بین بردن مخالفانش؟ بله بله، اجازه بدید یه نکته در باب همین داستان سلمان رشدی عرض کنم. وقتی که سر و صدا بلند شد و اینها، مختصم فکر کردم که برم این کتاب رو بخوام و رفتم، در یک کتابچو گیر نمی اومد، به دست نمی آمد. ما رفتیم در یک کتابخانه دولتی و از کتابدار که تحصیل کرده رشته کتابشناسی و کتابخانی و اینها بود پرسیدیم آقا این کتاب، گفت یه نسخه‌ش اونجاست. بعد که آوردم امضا بدم و بیام بیرون، گفت آقا من هر چه خوندم هیچی نفهمیدم. من زمینه این که رفتم کتاب بدم، یه روندش باز کردم، دیدم که نامها رو به وجه سیمبولیک به کار برده و تا کسی تاریخ اسلام رو گام به گام نداند تاریخ رسول الله رو، هیچ متوجه نمیشه که این آقا چی نوشته. و این سر و صدا که دارم، من میتوانم اینجا در واقع تصور کنم و بیان کنم که در ایران هیچ کسی این کتاب رو نخونده، یا اگه خوندن بسیار معدود، چون اخیراً گویا ترجمه شده به اینها. اما چیز انگلیسیش، به انگلیسی چاپ شده، آمریکایی هم چیزی متوجه نمیشن. و یه مطلبی دیگری من شنیدم، راست و دروغش را نمیدانم، اما منطقی به نظر میرسد، یادم هم نیست که در کجا کدام کجا دیدم، اما بعد از اینکه این شلوغی ها شد و داستان و سلمان رشدی چی شد، در اونجا در اون مقاله آمده بود که همین آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی اینها نشستند و سخن گفتند در باب خرابی وضع اقتصاد ایران و نتیجه گرفتن که ما تا با آمریکا ارتباط برقرار نکنیم این موضوع میسر نیست، و رفتن پیش امام و امام با نفرت غریبی که داشت این سر و صدا رو به پا کرد. من راست و دروغش رو نمیدونم، اما این یک حمله به مغرب بوده، در واقع یک حمله به دموکراسی و آزادی مغرب بوده و عرض کند که پاش به اینجا کشیده شد. در باب این که این ترور، اولا عرض کنم که برای مسلمانان وقتی در راه اسلام ترور میکنن حس گناه نیست، حس سکر بهشتی است. من وقتی که این داعش پیدا شد، یکی از این عراقی ها یک کلت به دستش بود، هموطناش رو دست بسته بودن، یه 50 نفری بودن، این دستش به کمرش بود و با رفیقش شوخی میکرد و شلیک میکرد به این مثلا نخواه اون جوان بیچاره و میخندید. و این سرچشمش قدیمه دوست عزیز، این داستان ها سرچشمه های قدیم دارن. ما اگر بخواهیم در واقع گرفتن شاخ و برگ، ما چیزی نخواهیم یافت مگر این که برویم به ریشه ببینیم در ریشه چه خبر بوده. بله، سوال من هم همین، سوال من هم نخستین سوالم در واقع همین بود آقای مشیری عزیز، بفرمایید. خواهش میکنم. بله، عرض میکنم ما تاریخ اسلام رو باید بدانیم و بخوانیم و یک 30 سالی است که کار ما همین هست و بیان این حقایق هست. و اون این که یعنی حضرت ختمی مرتبت تا زمانی که در مکه بودن که 13 سال ایشون چیز میکردن و سخنان زیبا میگفتن و این کلمات مسیحوار میگفتن و این صحبت ها که اینا در پایان قرآن هست و کاملا شاعران است و اینها، کسی توجه نمیکرد، کسی عنایتی نداشت، استدلالاش کافی نبود. در طول مدت 13 سال ببین 50 تا 60 نفر از خیشانش
و تعداد اندک دیگر اینها بعد از مرگ ابو طالب مجبور شدن که ترک بکنن و ترک کردن و رفتن به مدینه. یک عبارت تکان دهنده و جالبی طبری دارد در این باب که مکیان گفتند برفتند و برستیم، یعنی اینا رفتند و شهرشون کم شد و ما راحت شدیم. اما حضرت به محض رسیدن آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت، احتمال یعنی تحمل، و آیه های جدال و قتال وارد کرد. و آیه اون نخستین آیه هم که وارد کرده وحشتناکه که محاصره کنید و بزنید و بکشید و از کنم از اینجور کارا شروع شد. در واقع تعلیمات قرآن کسی رو به اسلام نیاورد، تشویق به کشتار و غارت اموال و گرفتن سرگردنه ها و هر کسی هم می آمد اگر که قاتل هم بود، هر کس که بود تا اونجایی که شمشیرش در راه اسلام میگذاشت مجاهد اسلامی بود. و ترورها اونجا آغاز شد به عینه ترورهای امروزین به دستور حضرت با طرح نقشه ایشان. ترور من چند نمونهش رو دارم اجازه بدید بخونم. ترورهایی که یعنی اینا وقتی که این مردم عرب مردم آزادی بودند، خانم ها بسیارشون شاعر بودند، بین اعراب کشتار اونگونه نبود. ممکن بود سر یه گوساله یه شطور یه اختلاف پیش بیاد که آشتی میکردن و میرفت، اما کشتار در اون بعد و در اون درس کنن که وضع اصلا سابقه نداشت در تاریخ عرب. بنابراین وقتی که ایشون پیدا شد و جنگ بدر هم شد و بزرگان بدر کشته شدن، بسیاری شعرهای سوزناک گفتن زن و مرد. و یک خانمی مقصود ترور هست، مقصود ترور هست. ببینید یک زنی به نام اسماء دختر مردان، این بیچاره یک زن بیوه بود، سه تا بچه داشت و شعری گفت. من چون وقت کم هست شعرش رو دیگه نیاوردم، اما دلسوزی میکند برای کشتگان بعد و چیز زشتی هم نگفته، فقط اظهار اندوه و رنج کرده و میگوید این شخصی که شما به دنبال او افتاده اید اونی نیست که فکر میکنید، اشارش به رسول. بعد یک نفر میفرسته ایشون که برو این رو بکش. خب ترور از همجا شروع میشه دیگه، پنهانی اصلا از در عرب ترور وجود نداشت که، یا جنگ بود یا نبود. ایشون میره اونجا و میبینه این زن خوابیده. این داستان رو من به کرات گفتم. یه بچهش رو سینه‌شه، دو تا بچهش هم کنارش، دست میندازه این کودک شیرخوار رو بر میداره میذاره کنار، با شمشیر میذاره رو سینه این بانو و چنان گفت فشار میدهد که میرسه به خاک، میکشه و میاد بیرون. و فردا که میاد نماز صبح بخونه، میبینه که حضرت رسول تشریف میاره، هم طبری آورده هم دیگران، و رسول خیلی توجهش نمی کنه و اینایی فکر میکنه کار بدی کرده. میگه رسول الله کار بدی کرده؟ گفت نه، بسیار کار کردی، بسیار کار خوبی کردی. این خانم به اندازه این که دو تا بز به هم شاخ بزنن ارزش نداشت. و میگه که هر که علی و خاندانش رو ببخشه، هر که محمد خاندان دوست داره به این مرد احترام کنه. این یکی از ترورای عرض کنم که ایشان بوده. یکی دیگر که خیلی دلسوزی کرد برای کشتگان سلام ابن ابوالحقیق یا حقیق، که مرد بازرگانی بود، شاعر خوبی هم بود، چند شعر بلند گفت و زاری کرد و اینها. 5-6 نفر رو حضرت مأمور کردن برای کشتن این سلامه ابوالحق. یکی از اینها برادر خوانده این سلام بود، یعنی در واقع وقتی در عرب رسم این بود که اگر بانوی شیر نداشت
اون کسی که شیر داشت و تازه کودک به دنیا آورده بود، اینا دیگه برادر با هم میشدن. یکی از این برادراش هم قاطی قاتلا بود و میخواست بره، در موقع رفتن عرض کنم که یکی از تواریخ این رو نیاورده است، اما طبری آورده است، میگوید که یا رسول الله من باید دروغ بگم که در باز کنه، دروغ بگم. گفت اشکالی نداره در این مسیر دروغ هم که گفته اشکالی نداره. اینها بلند میشن، این بابا رو پشتبان خوابیده بوده، تازه هم ازدواج کرده بوده گویا، و صداش میکنن، در میزنن که یا همون برادر رضایی زنگ میزنه. خب این اعتماد میکنه، یک عمری برادر بودن، در باز میکنه، میگن ما پول نداریم، آمدیم که سلاح خود رو بگذاریم پیش شما، به ما پول بده، و میکشنش به نخلستان و آرام آرام باش صحبت کردن. ناگهان عرض کنم که شمشیرها رو کشیدن و زدن و نهایت اینو کشتن. و رسول الله خیلی از اینها تشکر کرد. نمونه های این یکی دوتا نیست، من چند تاش اینجا آوردم، اینجا عرض کنم که خدمت شما. یکی از این، حالا این به صورت قتل در واقع، نظر ابن حارث. نظر ابن حارث شاعر بزرگی بود و با محمد هم خیش بود. این آمده بود به ایران و عرض کنم که داستانهای شاهنامه که اون زمان خدای‌نامه میگفتن رو کاملا حفظ کرده بود، حفظ کرده بود، اینا رو به عربی ترجمه کرد و آمد و گفت ایها الناس، سخنان محمد اینا اساطیر الاولین هستن، ارزشی ندارن، بیایید من دست از ایران زمین چه آثاری برای شما آوردم، آثار جنگ رستم و اسفندیار و سهراب و اینا میخوند. و تعداد مشتریاش بیشتر بود از رسول. اینطوری که یک در واقع موسیقی شناس انگلیسی هم تحقیق کرده و به تفصیل آورده. و در جنگ بدر، در جنگ بدر عرض کنم که این اسیر کردن، 90 سالش هم شده بود، اسرا رو از جلوی رسول میگذراندن، گفت یا علی بلند شو و نظر رسول تو به جا بیار. ایشون هم پا شده، چند ضربه خنجر به شکم این بابا زده، سرش بریده، برش آورده. و عرض کردم که این کشتن و کشتار در اسلام گناه محسوب نیست، بلکه بهش رو تضمین میکنن، بهش رو تضمین میکنن. عرض میکنن که ما آی مشیری جانم عرض میخوام، عرضم این است که این سه نمونه ای که شما آوردین که در واقع ترور و قتل به شمار میاد در دنیای امروز، یعنی هم اسما، هم سلام و هم این کسی که شاهنامه رو میخون، شاعر معروف عرب، نظر ابن حارث، آیا مرجع چگونگی کشته شدن اینا که خلاصه شما فرمودید فقط در تاریخ طبری است یا در تواریخ دیگر هم هست؟ نه در تواریخ، در همه تواریخ معتبر اسلام از واقعی ها گرفته تا از کنند که طبری و دیگران، همه اینها آوردن. اگر تفاوتی هست فرض بفرمایید که خیلی خیلی اندک هست، ولی حقیقت امر که برجاست که یک همچین کسی بود. اشعار اون مرد هست، موضوعاتی که شاعر مطرح کرده مربوط می شود به جنگ بدر. این است که اینا ساختگی نیست که کسی به ساخته باشه. نه من میخواستم در واقع پیشا پیش پاسخ پرسش کنندگان رو بدم که خواهم پرسید که بله منبع و مرجع کجاست که برن دنبال کنن، بخونن، فلان کنن اینها. بله. آقای مشیری اگر ببینید، من در این وقت امشب در گفتگو با شما در واقع تلاشم این است که به سه موضوع بپردازیم در اساس. یک موضوع نکاتی است که شما فرمودین، اگر نکته دیگه ای هست بگوشیم. یک موضوع منظورم اینه که بشه وقت، و در واقع الان یک سوم وقتمون تقریبا گذشت. یک موضوع میخوام به دوره صفویه هم بپردازیم به دلیل روشن، و یک دوره هم به خود نهاد روحانیت و مرجع و تأثیرهایی که روی مسیر آزادی خواهی
گذاشته و میگذارد این قتل‌ها و نخبه کشی‌ها در واقع و بعد مربوط به خلاصه دنیای متمدن و ماندگی کشورهای اسلامی از این دنیا. اینا نکاتی است که میخوایم امشب بهش بپردازیم. اگه موافقین از اون ریشه مقدار عبور کنیم به دوره صفویه بپردازیم. بسیار خوب. بسیار خوب. عرض میکنم که فقط به یه نکته میخوام اشاره کنم که هموطن بدانن 21 نفر آمدن به مدینه و مسلمان شد از اعراب بیابان. در مدینه یک بیماری بوده، وبا بوده، هرچی بوده، ما بسیار میخوانیم در تاریخ که یک کسی آمد اونجا مریض شد و هرچی. اینا میگوید رسول میفرماید که شما برید شیر شتر منو بخورید و حالتون خون بشه. اینا میرن عرب بیابانی، میبینند که یک شتروان هست و 20 شتر میزنن، شتروان رو میکشن و شترها رو بر میدنن و فهم. و علی رو میفرسته میگه ببینید چه خبره. اینا رو میگیره میاده شکنجه میکنه. ببینید شکنجه میکنه. این که مجلس جمهوری اسلامی گفت ما نمیتوانیم شکنجه رو برداریم از کارهای رسول الله است، جز سیرت رسول الله است. گفت چشمای اینها رو برکندن، دستای اینها رو بریدن و اینها رو رها کردن و همین تپیدن و بعضیا زبانشون رو به اون خاک خشک میمالیدن بلکه یه قطره آب باشه، ولی میگه نبود. و در اون هوای گرم مدینه در اون خاک تپیدن تا بمردن. یعنی برای کشتن یک نفر 21 نفر رو به این روز انداخته بود. حالا اینا مسئول دارد. برمیگردیم سر صحبت شما. در دوره صفویه من به این دلیل فقط میخوام یک سال این در واقع منظور رو شاید روشن بکنه. این است که تنها حکومتی است که بر کل ایران مسلط بود و مذهبش مذهب شیعه بود، درست مثل جمهوری اسلامی در تاریخ. خب بودن حکومت های این فقط بر سراسر کشور مسلط بود و اعلام کرد و مذهبش رسمی. خب قتل دگر اندیشان غیر شیعیان در حکومت صفوی و دوره شاه اسماعیل که بندم در برنامه های گذشته اشاره کردم، آیا به دلیل فقط غیر شیعه بودن بود یا به دلیل اینکه دین حاکم بود در سیاست، در قدرت سیاسی؟ مخالفان دین و دولت مخالفان الله شمرده می شدن، در واقع مخالفان دولت هم و در واقع حاکم دولت هم بود، حاکم شهر. خواهش میکنم مثلا امروز منظورمه، میدونین درست مثلا بله بله. اجازه بدید ببینید ما وقتی راجع به سفری میرسیم امروز و قضاوت میکنیم، این جنایاتی که ملایان کردن و این داستان شیعه‌گری، در واقع ما نفرت داریم نسبت به صفویان. ولی یک نکته عرض کنم که در تاریخ انسان و مورخین هم بر این هستن از قدیم و جدید که اگر مدنیتی شکست خورد و به دست فروتر از خود افتاد، هرگز کمر علم نکرده و باز نگشته و این صحیح است، تاریخ هم گواه است، جز ایران. جز ایران یعنی شما اگر که ادبیات ایران رو قبل از صفویه نگاه کنید، کل دیوان سعدی، کل دیوان مولانا، اینها نام ایران رو نمیبینید. بنابراین ما به گونه ای بسیار بسیار عظیم مدیون صفویان هستیم که ایران رو دوباره امپراتور کردن و در واقع همه جهان این کشور به عنوان امپراتوری جدید دوباره شناختن و این دیده نشده در تاریخ. و پیش از این که صفویان هم بیان، عرض کنم یک نگاهی این مغول‌ها به شیعه‌گری داشتن، یه نگاه که واردش نمیشم. و ایران در واقع پر پادشاه بود، 20 تا 30 تا بیشتر پادشاه داشت که اینها ملک و طوایفی بودن و اصلا ایرانی وجود نداشت. این گروه پیدا شدند از کنند که و خود رو از اولاد و احباب امام جعفر صادق دانستند، چیه که دروغ بود. مرحوم کسروی ثابت کرد که اینا خودشون چیز بودن، سنی بودن و از اولاد صفی الدین اردبیلی بودن که عارف بزرگی بود
و اینها یک کلاهای دوازده تر که به سر گذاشته بودند و شمالی ها رو غارت میکردن، در واقع حمله میکردن به بیرون از ایران. و در اون روزگار ایران دو دشمن بزرگ سنی داشته، یکی ترکمن ها بودن در شمال شرقی، یکی هم عثمانی ها بودن که سنی های بسیار سختگیری بودن. اینها من حدس میزنم و گمانم بر این هست که دیدن که موضوع وطن گم شده، موضوع ایران گم شده، اینا گفتن ما باید یه ایدئولوژی خلق کنیم که اختلاف خود رو با این اهل سنت نشان بدهیم و کشور رو در واقع نجات بدهیم. داستانه از این قبیل هم هست که موشه و کنار این است که این شاه اسماعیل، اینا که در زندان بودن در واقع بیرون آمدن، خیلی هم جوان بود شاه اسماعیل صفوی و خودش رو مرشد مرشدان میدانست و مشغول به این داستان شد، یکی پس از دیگری پادشاهان محلی رو شکست داد و قتل‌های عجیب و غریب کرد، به خصوص در آذربایجان که وارد شد. آذربایجانی‌ها سنی‌هایی بودند که در واقع خیلی پایدار و شروع به قتل که هر کسی که شیعه نشود و در اذان علی ولی رو نگوید ما می‌کشیم اون رو، به وجهی که می‌گویند تا 200,000 نفر که کمی اغلاق باید باشه کشته شدند و اون نمایندهش یا حالا وزیرش اومد گفت چه تعداد آدم میخوای بکشید؟ اینجا 400 نفر نفوس هستم. گفت به خدا قسم به مولا علی که من میکشم و عرض کنم که تا شیعه بشم. این است که ما اگر نگاه کنیم به نقشه ایران میبینیم کناره های ایران مثل کردستان و جنوب و جای دیگر تا برمیم به خراسان میبینیم این حاشیه ها هنوز اهل تسنن هستند، به جهتی که شمشیر قزلباش به اونجا نرسیده. ما مردم سنی بودیم در شهرهای قم و کاشان و دوسش سبزوار چند شده از قدیم شیعیان بودن، ولی این که کشور یک دست بخواد شیعه بشه وجود نداشت. تا اینا این حکومت رو برقرار کردن دوچار کمبود ملایان شیعه شدن و شروع کردن از عراق و از کنم لبنان و اونجای دیگر ملا آوردن و به اینها خدمت کردن و اینها. خب ببینید آقای مشیری یه نکته مهم رو بفرمایید تا من سوالم هست. بله، نکته مهم این که اینها چون خود رو فرزندان چیز صادق میدانستن و مرشد مرشدان میدانست خودشون، وقعی به آخوند و احترام اون چنانی که ممکن تصور کنیم به ملا و آخوند نداشتن، فقط میخواستن اینها جامعه رو شیعه بکنن. شاه صفوی سه تا کرکتر در کنار دستش بود، مهمتر از همه منجم بود، پزشک بود، ممکن بود یه آخوندی هم باشه و نباشه، و سخنان اینها بسیار بسیار برتر بود از سخنانی که ممکن بود یه آخوند و پادشاه بگه. اول به هر صورت تعدادشون زیاد شد، اما در امور دولت و ملت و تصمیم گیری در باب از کنم جنگ ها یا اینکه موضوع اقتصاد اینا اثری نیست که اینها اصولا در این کارها دخالت داشته. بفرمایید مثل که سوالی بود. معذرت میخوام، ولی در دوره قاجار که نهاد روحانیت با مرجعیت فقیه به وجود میاد این اثر فقها هست، حتی در جنگ ها هست، در فتوای نمیدونم ماجرای تنباکو از جنگ ایران روس هست به ویژه. درست میفرمایید. ببینید ما یک کاراکتری داریم به نام دلاواله. دلاواله آدم دورگردی نیست، مأمور پاپ هست که در ایران جزئیات را بنویسد. میگوید که من در یک جایی ایستاده بودم، دیدم که یک آخوندی داره وعظ میکنه، صوفیا پایین هستن دارن به این بد و بیرا میگن، و نهایت این شد که این آخوند رو از چیز کشیدن و کتککاری مفصلی شد. مقصودی که آخوندها چیز دولت نه، در پناه دولت نبودن که داره قدرتی چیزی از این نوع جنس باشن. در دوره صفویه میفرمایید جان؟ در دوره صفویه میفرمایید؟ بله صفویه. بله. و ما وقتی که
عرض کنم که حکومت ما این مطلب رو نگیم بقیهش بیمعنی میشه. اما آرام آرام نفوذ اینا زیاد شد تا زمان شاه سلطان حسین، و به قدری مرد خرافی و سفیه بود که ناگفتنیست، ناگفتنیست. مثلا وقتی که محمود افغان و اشرف افغان آمدن اصفهان رو محاصره کردن اینا، یک آش رو بپزید که 100,000 نخود در هر آش باشد و 100,000 قل هو الله گفته باشه شده به این آش، و این آش رو بریزید در جویی که از قصر رد میشه و تا شر مثلا کنده بشه. اینقدر خرافی بود و از این قصه ها بدتر و عجیبتر نسبت میدهند به این شاه سلطان حسین. ما ولی نادرشاه که آمد به طور کل قطع کرد اون چی آخوندها مفت میگرفتن و میخوردن و نمیدونم ارسیه میگرفتن و حقوق میگرفتن، همه اینا رو از اینا گرفت، رئیس بزرگشون داد کشتن و آخونده کنار رفتن. به طور کل هیچ قدرتی در کار دولت نداشتن. زمان کریم خان هم که بعد از نادر است که در شیراز بود، آخوندها رو تمسخر میکرد، به دستگاه دولت راه نمیداد، نفوذی در مردم چنان نداشتن. اما وقتی ما میرسیم به روزگار قاجار اوضاع دگرگون میشه. آقا محمد خان خودش یک بازوبند داشت که انواع نمیدونم دعاهای جا نوشته بودن اینا، البته پاسیاییش طولی نکشید. از صفی علی شاست که کار خراب میشه، یعنی آخوندها در دستگاه دولت نفوذ کردن و در نشستی که در تبریز شد، مرحوم مقام فراهانی که شاید یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ ما بوده باشد حضور داشت، آخوندام جمع شدند که در واقع حرف اینها این بود که یا با روسا جنگ کنید یا ما جهاد بدیم. این هم ترسیده بود و در اون نشست فراهانی گفت ما به هیچ وجه من از وجود نمیتوانیم روسا رو شکست بدهیم و بهتر از صلح کنیم. روسا هم صلح میخواستن، آدم میفرستادن این فتلش ها روش رو بر میگردون. و در واقع اونجا کینه این مرد بزرگ رفت به دل ملایان و براشفتن که باید جنگ بشه و اینا. آخر الامر اونقدر بدی گفتن به محمد شاه قاجار که این مرد به این بزرگی رو خفه کردن و کشتن. یعنی یکی از بزرگانی که با دسیسه ملا و آخوند کشته شده همین فراهانی بوده و جنگ را آغاز کردن. حاصل جنگ، یعنی حاصل گفته و پیشنهاد آقایان آخوندها از دست رفتن 250,000 کیلومتر مربع خاک حاصل تیز تراز اول بود با 250 کیلومتر کناره خزر، از دست رفتن 17 شهر قفقاز. بله 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 بله، اینا فتوای آخوندها و هیچ شکی و هیچ تردید درش نیست. در واقع این که میگن آخوندها انگلیسیان، باید بگیم آخوندها روسیان. به این ترتیب اون زبان رو بزن به روسی بودن، انگلیسی هم بودن. ببینید آقای مشیری، حالا من دیگه فرصت هم نیست و خیلی هم پرداخته شده، البته نمیخوام بپردازیم به دوره مشروطه و ماجراهای مدرس به ویژه و بقیه آخوندهایی که ولایت فقیه رو اصلا کردن در قانون اساسی مشروطه که البته خیلی هم بهش توجهی نشد در اون دوره. اما میخوام یک سوال کلیدی در مجموع بکنم ازتون که امیدوارم پاسخ روشن مثل همیشه ازتون بگیرم. رک، آیا عقب ماندگی کشورهای اسلامی، کشورهایی که مسلمانن به ویژه در خاورمیانه، ایران و بقیه کشور، از غرب، از تکنولوژی و تمدن غرب، آیا دلیلش این نیست که اینها تابع مقدسات خودشونن به جای اینکه تابع در واقع علم باشن؟ خلاصه به دلیل اسلامی بودن این کشورها نیست. مثلا هیچ اعتقادی به هیچ دولت دینی ندارم، از جمله مسیحی باشه، کلیمی باشه، فلان باشه.
آقای فلاحتی سوال خیلی خیلی مهم و کلیدی کردید. ببینید خوبی یا بدی یک ایدئولوژی از پیامداشه، از تأثیراتشه. وقتی که مارکس آمد و انگلس آمد گفت درد دنیا دوا میشه اگه پرولتاریا یک روز گرز بکشه و بکشه ثروتمندان رو، پرولتاریا 100 سال دنیا رو در واقع مسخره کردن و بیشتر از 100 میلیون آدم کشته شد، آخرش به ورشکستگی. بنابراین این مطلبی که مهمی که فرمودید عرض کنن که مختصر خیلی سریع میگم که ما دینهای خاورمیانه داریم، دینهای شرق دور داریم. آقا شرق دور اسکوپش، دوربینش، نگاهش به انسان و وضعیت انسان و سعادت انسان، به هوا نگاه نمی کنه، به آسمان دست بلند نمی کنه، مثل چین، مثل هندوستان، مثل آدمان، مثل بودا، مثل کنفوسیوس و اینها اگر دقت کنید کاملا متفاوته. در اینجا عرض کنم که اسلام تا زمانی در واقع شکوه و تیز داشت که یک خلافتی در بغداد داشت و یا سرقت میکردن یا مالیات میگرفتن. سازندگی مطلقا در کار مسلمانان نیست. عرض کردم در ذهنیت مسلمانی که دست به آسمان هست و میخواد به بهشت بره و حتما حجش رو بره و نمازش رو بخونه و چنین و چنان، چنان تلقین شده است که این منشأ هیچ گونه کار و فعالیت و پیشرفتی نمیتواند باشد. ما 53 کشور مسلمان داریم، نگاه کنی یکی از یکی بدبخته. اگر که این نفت نبود، این جنوب ایران، این که عربستان هست، گداخانه بود. این دیگه شانس اینا، کره زمین، فشار زمین و حرارت زمین رو نمیدونم اون جراتی که هست، نفت زیر زمین درست کرده 20 میلیون سال پیش بود. و خود اسلام مایه عقب‌ماندگی است. چرچیل، من یه بار دیگه جا دیگه هم عرض کردم، چرچیل یک گزارش می نویسد به ملکه، میگوید که راجع به کشور اسلامی عقب افتادگیشون چیز ماست، عید ماست. And there is no force like Islam to retrograde a society. میگه هیچ نیروی برای عقب انداختن جامعه مثل اسلام وجود نداره. این سیاست مدار انگلیسی. و ما به عیان داریم میبینیم که آقا چرا در این 50 سال یه دموکراسی نیامده؟ چرا پیشرفت و ترقی نیامده؟ چرا در این پن همه کشورها فقط 600 تا دانشگاه قرازه هست که هیچ کدامشون تا دانشگاه 600 جهان جایگاه نداره؟ چرا هیچ ابداعی نیست؟ چرا انقدر تو سری خور هستن؟ اینها همه از میچود که برمیگرده به اون عقیده و ایدئولوژی، مثل مارکس که عرض کردم. این داستان اسلام از ابتدا با ارتجاع شروع شده، با زور و قلدری و کشتار و سرقت شروع شده و گسترش هم پیدا کرده. این است که تا زمانی که مسلمین به خود نیاین و ما روشنفکرانی داریم مثل اسدآبادی، اینا که 100 سال پیش این حرفو می‌زدن که آقا این همه عقب افتادگی غیر قابل تحمله، حالا دینتونه داشته باشین ولی کار کنین، نگاه کنین، سازندگی باشه، دموکراسی باشه، حاکمیت مردم بر مردم باشه، در هیچ کدوم اینا نیست. یه ترکیه داریم که اونم یه آدم اروپا رفته و دوستان اروپا رفته و روزنامه نگاران اروپا دیده و اینا آمدن به ضرب شمشیر و منکوب کردن ملا و آخوند، یه دموکراسی نیمبندی که هنوز تکش تا چند مدتی پیش بر ارتش بود که سفارش کرده بود که هرگاه ارتشش گفت سربازان من هر موقع آخوند آمد و دولت رو گرفت شما کودتا کنین، آخوند رو سرنگون. دو بار اتفاق افتاد و این از در واقع از پل باریکی گذشته. ولی هر آینه دارای حزب، دارای روزنامه ها هست و اینها، و اون مرد بزرگ توانسته فقط این هم همسایگیش با اروپا سبب شده. اون مرد بزرگ که میفرمایید منظورتون مصطفی کمال آتاتورک دیگه؟ بله مصطفی کمال آتاتورک. یعنی این مرد، یه نکته است که خیلی مهمه، در کانستیتوشن ترکیه آمده بود که دین رسمی ملت ترک اسلام است. این خوابش نمی برد که این نکبت رو من باید یه جوری بردارم.
با وکلا صحبت کرد، استدلال کرد تا 1927 دوباره مجلس رو برقرار کرد به اتفاق آرا. این عبارت ننگین رو برداشت از کنستیتوشن ترکیه. این تنها کشوره، بقیه در منتهای بدبختی و بیچارگی. و یه چیز خدمتتون عرض کنم، من چند بار هند بودم، میبینی که رده پشت رده گدایان مسلمان بیچاره، یه بچه به بغلش یه باید بزن. ولی وقتی بری با یه خورده بهترش صحبت کنی، آقا آرزو چیه؟ میگه آرزوم اینه که 100 تا هندو بکشن، هندوهای نجس کافر رو بکشن. هندی هستن، در هند زندگی میکنن، وقتی پاکستان میاد اونجا برای بازی کریکت یا اینا، میرن میشینن کف میزنن برای پاکستان، خیلی هندی ها رو عصبانی میکنن. اینه که این سم اسلامی رو باید به زور دفعش کرد، گذاشتش کنار. یعنی هم محترم آقا، همه از ما احترام دارم، ما سرمین خیلی هم آدم های مهربونی هنده، اما به هیچ جا نرسیدن. دوست عزیز های مشیری جانم، ببخشید یه دقیقه وقت داریم، من میخوام لخ پاسخ بفرمایید که تقیه یا در شیعه باب شد، یا چون داستان رو تعریف کردید از زمان پیغمبر اسلام. تقیه حرامه. خب تقیه دروغ گفتن که یک باب تقیه هست، که مثلا ما داریم بمب اتم میسازیم ولی میگیم نمیسازیم، این دروغ رو مثلا میگیم تقیه میکنیم. این تقیه یا از زمان پیغمبر بوده است در تواریخ، یا این که یه دقیقه وقت داریم بفرمایید. بله امام جعفر اینا منسوب میکنن به جعفر ساده، میگفت کسی که تقیه نکنه از ما نیست، یعنی اینقدر قویه تقیه. و این تقیه یعنی همون دروغ، یعنی همون ریا، فرقی نمیکنه. ببینید میگوین صیغه، صیغه یعنی روسبیگری، میدونید یعنی بیشرفی و بیناموسی در جامعه، یعنی گسترش فسادی. شنیدم در سر قبر سامن الاهمه اونجا فاحشه خانه درست کردن، میگن اتاق صیغه، یک کلاه شرعی سرش میارن. اون چه آمده در کتبه، من مختصر میکنم چون وقت داریم، اون چه این شیعیان گفتن و نوشتن در کتاباشون از الف تا یه، همش دروغه، تمامش دروغه. بسیار. شما از اون داستان نمیدونم ولایت علی و داستانش و بچه هاش اینا همه دروغ هست، تا برسید به این احادیثی که امام جعفر صادق اینو گفتنه، کل هم اجمعین دروغه. دیگه وقتمون تموم شد آقای مشیری عزیز، بسیار سپاسگزارم برای حضورتون در امشب صفحه آخر. ممنونم از خواهش میکنم، بسیار خوشحال شدم که شما رو میبینم و درود میفرستم به هموطنان شنونده شما، امیدوارم برقرار بشید. بریم پرده آخر. یک شطوری بین این قافله هست، خیلی آقا سر و صدا میکنه، شیون میکشه، از این ور قافله میدوه، اون ور قافله اصلا آقا آروم و قرار نداره، هر چی کرد نتونست این حیوان رو ساکت کنه. این دست آخر اومد پیش زین العابدین، گفت آقا جان 50 ساله تو این بیابونا هر حیوانی رو من رام کردم، اما امروز از پس این حیوان بر نمیام. شما بفرمایید آقا حکمت چیه؟ شما امروز حجت خدا اید. این امام مریض ما یه مقداری صدای این شطور رو گوش کرد، بعد ساربان میگه نگاه کردم دیدم اشک از دیدگان زین العابدین جاری شد. گفتم آقا حرف بدی زدم، اشتباه کردم، جریان چیه؟ گفت نه ساربان، گوش کردم دیدم این شطور بزرگ قافله، این عرض کنم که شطورها سنش از همه بیشتره، هی داره از این ور قافله به اون ور قافله میره، هم قطاراشو هی خبر میکنه، میگه حواستون هست کیا پشتتون سوارن؟ اینا بچه های فاطمه، اینا ذریه. حواستون هست؟ شب و روزگار خوش.